بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتي إمام راهل وشهدائي ولا مقام إسلام صلواتي إهدى بكم. در جلسه گذشته مناجات متوسلین را قرائت کردیم، بخشی ازش، و عرایض مختصری درباره همون جمله های اول این مناجات عرض کردیم. حاصلش این بود که خدایا من وسیله‌ای برای رسیدن به غفران و رضوان تو ندارم جز دو چیز: یکی نسیم‌های رحمتی که وزیدن می‌گیره از جانب تو و شامل حال من می‌شی، و یکی هم شفاعت پیغمبر. یه عرایض مختصری در این معنای وسیله و شفاعت و که این شفاعت هم خودش یک رحمت الهی هست و اینا عرض کردیم، به مناسبت این که امشب یکی از شبهایی است که عواطف رحمت الهی بیش از همیشه، بیش از همه ایام و لیالی وزیدن میگیره، یا یکی از اون شبهای محدوده. خواستم اشاره بکنم به دعاهایی که برای فردا از طرف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده و اشارهی به مسئله توسل داره. یک دعای سید الشهدا صلوات الله علیه هست در عرفات که دعای معروفه اون بزرگواره و از غرر ادعیه هست. اگر ما در میان همه ادعیهی که مأثور از اهل بیت هست صلوات الله علیه مجمعین 5 تا دعا را مثلا انتخاب کنیم، یکیش حتما دعای عرفه سید الشهدا. بسیار فرصت مغتنمی است که عزیزان این دعا را با تأمل و تدبر و با حال بخونند. در اون دعا نکته هایی هست، مطالبی هست که در دعاهای دیگه کمتر یافت میشه، لااقل به اون صراحت. بعضی هاشم فهمش مشکلی. یکی از اون جمله ها که بسیار جمله لطیف و زیبایی است و با توسل هم ارتباط داره این جمله است. عرض میکنه که ها انا اتوسل الیک به فقری الیک و کیف اتوسل الیک به ما هو محال ان یصل الیک. وقتی آدم میخواد واسطه ای بین خودش به کسی قرار بده، کسی را یا چیزی را انتخاب میکنه که از طرف مستشفع شفاعت خواه
حرکت کنه به طرف کسی که نزد او شفاعت میشه و از او بخواد که حاجت او را بده یا از گناهش بگذره. همون چیزی که ما معتقدیم درباره وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و اولیائشون الامثل و فالامثل که اونا نزد خدای متعال برای دیگران شفاعت میکنه. خب در حقیقت هم تو که در جلسه قبل عرض کردم، این وسیله ها و این شفاعت را خود خدا قرار داده، خداست که اونها را آفریده و خداست که این مقام را بهشون داده و خداست که بهشون امر کرده که شفاعت کنند برای این دیگر. وجود اونها یک مظهری از مظاهر رحمت الهی است. در واقع این وسیله را خود خدا قرار داده برای این که ما به طرف او بریم، به اون نزدیک. حالا اگه ما خودمون خواستیم از پیش خودمون یه وسیله‌ای برای تقرب به خدا داشته باشیم که وسیله‌ش هم از خودمون باشه، چی رو باید وسیله کنیم؟ فرض کنید ایمان داریم، مثلا بگیم خدایا وسیله‌ای که بین ما و تو باشه، تو به خاطر او ما رو بیامرزی، ایمان ماست. خب جا داره خدا بفرماد این ایمان رو من به تو دادم، این که وسیله ای نیست که تو برای خودت قرار میدی. بگیم خدایا اونی که وسیله ما قرار میدیم عباداتیست که انجام میدیم، باز جا داره خدا بفرماد که خب توفیق این عبادات رو من به تو دادم. اینا در واقع مصادیق همون عواطف و رحمته که هست. هر کدوم از اینا که خالص باشه و بتونه وسیله تقرب بشه، تازه وسیله ایست که خود خدا رو به ما داده. اگه ما بخوایم از پیش خودمون یک چیزی را وسیله قرار بدیم، چی داریم جز فقر؟ فقر دیگه ذاتی خود ماست. یا ایها الناس انتم الفقراء. بزرگان فرمودن که وجود مخلوقات عین فقر است. حالا این معنیش چیه و اینا انشاءالله کسایی که بهتر از من بتونن تفسیر کنن. به هر حال اونی که ما از خودمون داریم فقر. اگه بخوایم ما خودمون چیزی را واسطه قرار بدیم بین خود و خدا، چیزی که داریم همون فقره. باید بگیم فقر ما وسیله برای این که تو به خاطر فقر به ما رحم کنی. خب وسیله گفتیم چیزیست که باید از وسیله خواه شروع بشه، حرکت کنه، بره به طرف اون کسی که میخواد نزد او شفاعت کنه، وساطت کنه، برسه به او، از او بخواد که رحمتش را نازل کنه یا از عذابش صرف نظر کنه. خب آیا فقری که ما داریم هیچ وقت به خدا میرسه؟ فقر مختص از خود ما تجاوز نمی کنه. چیزی که ما داریم فقره، فقر هم از ما جدا نمیشه که بره پیش خدا. هیچ وقت هم فقر به خدا نمیرسه. خدا غنای مطلق. پس چطور ما یه وسیلهی بفرستیم؟ اولا وسیله فقر یعنی هیچی، یعنی نداشتن. این نداشتن هم ایشا به خدا نمیرسه، برای اینکه خدا همش دارایی است. او هیچ وقت واجد فقر نمیشه. این معنای لطیف توی دعای عرفه آمده، ها انا اتوسل الیک
به فقری الیک. من وسیله برای رسیدن به رحمت تو را فقر خودم قرار دادم، چیز دیگه که نداره. اتوسل الیک به فقری. اما چقدر میتونم به این وسیله من اطمینان داشته باشم که این کاری برای من صورت بده، در حالی که این وسیله هیچ وقت به تو نمیرسه. و کیف اتوسل الیک به ما هو محال ان یصل الیک. چیزی که محال هرگز به تو برسه، چطور اون میخواد برسه به تو و وسادت کنه برای این؟ خیلی تعبیر لطیفیست. دوان دادایی که بنده یادم هست تو هیچ دعای دیگری، هیچ مناجات دیگری این تعبیر اینجور ذکر نشده. خیلی تعبیر لطیف. و از این مضامین در دعای عرفه زیاده که جا داره که مدتهای طولانی کسانی درباره فقرات این دعای عرفه تحقیق کنن، بحث کنن، شرح کنن، استفاده کنن. یه جمله از دعای امام زین العابدین در روز عرفه که مربوط به توسل میشه براتون نقل کنم. اون هم از اون غرر ادعیه هست. شما همه صحیفه سجادیه رو که مراجعه کنید کمتر دعایی به این عظمت یافت می شود. اونقدر این دعا عالی است، اونقدر نظم زیبایی داری، انسان مبهوت می شود که چجور این مضامین به این ترتیب، به این تنظیم بیان شده و حقاً جز امام معصوم کسی لیاقت یه همچه دعایی را، انشای همچه دعایی نداری. ولی افسوس که مایی که شیعه اهل بیت هستیم سالی یک مرتبه معلوم نیست موفق بشیم روی این دعا مروری بکنیم. اگر انشاءالله توفیقی باشه عصر دعای عرفه سید الشهدا، صبح رو هم دعای عرفه امام زین العابدین تلاوت بکنن دوستان، خیلی جا داره. خیلی دعای عالی است، مضامین بسیار عالی، لطیف، نظم و ترتیب بسیار متقن، مضامین بسیار جالب و آموزنده، پر از معارف درش گنجانیده شده. یکی از اون جمله ها که مربوط میشه به مسئله توسل، این هم به این عبارت من در دعای دیگری یادم نمیاد. البته من خیلی من احاطه به دعاها ندارم، مخصوصا که حافظم ضعیفی، اما این هم یه مضمون لطیفیست، حفظم نیست. اجازه بدید از روش بخونم. یه صلوات برسید. اللهم انك ايدت دينك في كل اوان بامام اقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك. حضرت میکنه خدایا تو دین خودت را در هر زمانی به وسیله یک امامی تأیید کردی، دین را، امام را تأیید کننده دینت قرار دادی در هر زمان. اقمته علما لعبادک، که اون امام را علمی، یعنی وسیله‌ای که دیگران ببینند و بشناسند، برای بندگان قرار دادی. و منارا فی بلادک، نورافشانی در شهرهای تو که مردم وقتی از دور هم او را میبینند راه هدایت را پیدا کنند. بعد ان وصلت حبله بحبلک، کی او را تأیید کننده دینت قرار دادی؟ بعد از این که
ریسمان او را به ریسمان خودت متصل کردی. حالا این شرحش چیه و اینا الان بنده چیز خاصی نظرم نیست، اجمالا معلومه که نهایت اتصال وجود امام را به خدای متعال بیان میکنه. رابطه امام با تو مثل رابطه دیگران نیست، اونا ریسمانشون به ریسمان تو متصل است. اون که منظور عرض بنده بود این جمله بعدیش، و جعلت الذریعت الى رضوانک، امام را وسیله ای برای رسیدن به رضوان خودت قرار دادی. تو این مناجات متوسلین این بود که اللهم فاجعلهما لي سببا الى نيل غفرانك و سيرهما لي وصله الى الفوز برضوانك. این دو چیزی که وسیله هستند، یکیش عوارف رحمت هست و یکی هم شفاعت پیامبر، اینها وسیله برای رسیدن به غفران و به رضوان تو هستند. وسیله رضوان را یکیش را شفاعت پیغمبر و اهل بیت قرار داد. اینجا می‌فرماید امام را وسیله برای رسیدن به رضوان خودت قرار داد. و افترضت طاعته و حذرت معصیته. بعد ویژگی‌های امام را بیان می‌کنه که اطاعت امام بر مردم واجبه، پذیرفتن نهی او بر همه واجب است، کسی بر امام تقدم نباید پیدا کنه و اوصاف دیگه. حالا خود امام زین العابدین داره به خدا عرض میکنه که خدا تو بر در هر زمانی که همچه کسی رو امام قرار دادی که این موقعیت را برای مردم داشته باشی، وسیله‌ای باشه برای اینکه مردم به رضوان تو نائل بشن. بعد از خدا میخواد که صلواتت را بر این امام نازل کن و به برکت او بر ما هم نازل، چون وسیله هست، اون مجرای فیض و رحمت الهی است. اول رحمت ها باید بر ساحت او نازل بشه، بعد ریزش کنه از او به دیگران، اون وقت میشه وسیله. از اینجا ما باید این درس را بگیریم که در هر زمانی ولو ما در کارهامون، در عباداتمون، در توجهات و توسلاتمون به کسانی از اولیای خدا متوسل میشیم، و باید توجه داشته باشیم که در هر زمانی وسیله حقیقی که ما را به خدا متصل میکنه امام اون زمان است. همه دیگه باعث توسل به اونا در واقع باعثی میشه که ما رو به او نزدیک کنن، حواله بدن به او، از او بخوان که برای ما شفاعت کنه. در روایات اینا مطالب دقیقی در این زمینه آمده که در توسلات کسانی که مثلا فرض کنید به در زمان امامتی که از ائمه متوسل به امام دیگری می شدن، در باطن حواله داده می شدن به اون امام حیی که اون زمان امامت داشت. به هر حال من در این زمینه نمی خوام وارد بشم، معرفتم هم کمه، ولی این اندازه رو می فهمم که در هر زمانی توجه به امام اون زمان یک تکلیف خاصی، یک ویژگی خاصی داره. ما باید در هر حالی هستیم و به هر کس متوسل میشیم فراموش نکنیم که فیض الهی را که دریافت میکنیم از دست امام زمان این است. این است که در همه دعاهامون و توسلاتمون همیشه باید توسل به وجود مقدس ولی عصر ارواح و ملاح الفدا را فراموش نکنیم. حالا دنباله اون مناجات متوسلین را بخونیم و از همه التماس دعا کنیم که امشب و فردا یا
یادشون باشه برای دیگران خیلی دعا کنن. روایتی است از عبدالله بن جندل نقل شده که در عرفات دیدن حال عجیبی داره، اشک از چشمانش جاری هست و دائما دستهاش بلنده به سوی آسمان و دعا میکنه تا غروب شد. بعد رفتم پرلوش گفتم حال خوبی داشتی، تو خیلی دعا میکردی، برای چی دعا میکردی، چه دعاهایی میکردی اینا؟ گفت به خدا قسم همش برای دیگران دعا کرد، برای اینکه شنیدم از امام که فرمود کسی که برای دیگری دعا بکنه خدا 100 برابر برای خودش مستجاب میکنه. من حساب کردم دیدم برای خودم دعا کنم 1 بار مستجاب میشه، اما برای دیگران دعا کنم 100 برابر برای خودم مستجاب میشه. چرا این تجارت رو از دست بدم؟ تمام روز را به دعایی برای دیگران بزن. فراموش نکنن عزیزان امشب و فردا که وقت دعا و مناجاتی، شاید در سال کمتر شبی و کمتر روزی مثل امشب و فردا مناسب برای دعا و مناجات باشی و توبه از گناه. دنباله مناجات متوسلین به اینجا رسید: و قد حل رجایی به حرم کرمک. اگه سعی بکنیم که یه مقداری این مضامین را در خودمون تحقق ببخشیم، یعنی فقط به خوندن یا حالا توجه به معناش اکتفا نکنیم، سعی کنیم حالمون هم همین جور باشه. عرض میکنه خدایا حالا که من در مقام توسل در آمدم و وسیله‌ای که دارم یکی نسیم رحمت توست، یکی شفاعت پیغمبره، من وارد حرم کرم تو شدم. کرم الهی رو به منزله یک مساحت، یک ساحتی، یک میدانی، یک پیشگاهی تصویر فرموده که من از راه دوری اومدم در اینجا رحل افکندم، فرود آمدم اینجا، یعنی دیگه جای دیگه ندارم، تمام امیدم به کرم توست، چون راه دیگه هم برای تو غیر از کرم و رحمتت و شفاعت پیغمبرت که اون هم از کرم خودت هست چیزی ندارم. مخصوصا با توجه به این نکته هم که اونی که من دارم فقره، اینم پیش به تو نمیرسه که بیاد پر تو شفاعت کن. این مضمون را وقتی ما درست میتونیم ادا کنیم که واقعا هیچ امیدی به چیزی جز کرم خدا نداشته باشیم، حتی به اعمالمون، به توسلاتمون، به مراجعاتمون، به دعاهامون، به زیارتهامون، به چیزهای دیگری، به تدریسهامون، به تدرسهامون، به مطالعاتمون، به اینا هم هیچ امیدی نداشته باشیم، چون واقعا معلوم نیست اینا کدومش پذیرفته بشه و باعث نجات ما بشه. ما ایمون یک دنیا حاجت، یک دنیا گرفتاری، دنیا گناه، چیزی که میتونه علاج این گناهان رو بکنه فقط کرم توست. این حال اگر در انسان محقق بشه حتما مستجاب میشه دعاش. من با ضعف ایمان و ضعف معرفت هم یقین دارم که اگه این حال برای آدم مجسم بشه، واقعا حالش اینجوری باشه که هیچ امیدی جز به کرم خدا نداشت، اما اون امید داشته باشه. وقتی میگیم امیدی به هیچ چی نداشته باشه، نه اینکه یعنی به کرم خدا هم امید نداشته باشه، همه امیدش به او باشه، بالاترین امید را داشته باشی اما به کرم خدا، و از هیچ چی دیگری هم به هیچ چی دیگری هم امیدوار نباش. اگر این حال را انسان پیدا کنه قطعا دعاش مستجاب. عرض میکنه که حل رجایی به حرم کرمک، امید من حلول کرده در این پیشگاه کرم تو،
مثل مسافری که از راه دوری اومده اینجا رحلش هم نکنده، منزل کرده، جای دیگه نداریم. و حتی طمعی به فناء جودک، اینم تقریبا عبارت اخرای همون مطلب است با تعبیر دیگری. فحقق فیک عملی، پس اون آرزویی که من درباره تو دارم، نسبت تو دارم، اون آرزو را تحقق ببخش. وقتم بالخیر عملی، و حالا که من موفق شدم به این توجه و توسل که خودش عمل خیر است، بعدش دیگه مبتلا بشه اعمال شر نشم، اعمال من همش با خیر ختم بشه. چون یکی از آفتهای بزرگ برای مؤمنین اینه که مدتها عبادت خدا بکنن، کار خیر انجام بدن، اما پایان کارشون چیزی بشه که همه گذشته ها را آتش بزنی، گناهی باشه که اعمال گذشته را حبط کنه. چون یکی از اعتقادات ما حبط هست و یکی تکفیر. بعضی اعمالی هست که موجب غضب الهی میشه، اعمال گذشته را هم حبط میکنه، از بین میبره، فاسد میکنه. و برعکس گاهی کارهای خوبی هست که خدا میپسنده، گذشته ها را هم جبران میکنه، تکفیر میکنه سیئات گذشته. در کتاب های کلامی هم بحث احباط و تکفیر را مطرح کردن. تصریح قرآن هم هست ان تحبط اعمالکم یا حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. واجعلنی من صفوتک الذین احللتهم بحبوحة جنتک. خب حالا که مطمئن شده که یک راهی به سوی خدا داره و دعاهاش مستجاب میشه و غفران و رضوان الهی شامل حالش میشه، حالا از اون دعاهای ناب را عرضه میکنه پیشگاه خدا. حالا که دعای منو مستجاب کنی، منو از اون بندگانی، از اون بندگان برگزیده ممتاز قرار بده که اون را در بهبوحه بهش قرار میده، یعنی اون جایی که مرکز نعمت هاست، همه نعمت های بهشتی در اونجا به نحو وفور یافت میشه. بهبوحه، بهبوحه یک باغ یا بهبوحه یک مرکز خیرات، اون جایی است که همه مرکز خیرات از اونجا نشأت میگیره و در اونجا چیزی کمبود نداره. و بوعتهم دار کرامتیک، از اون بندگان برگزیده ای که اونها رو در دار کرامت خودت جا دادی. کرامت یعنی احترام، گرامی داشتن. اون جایی که بندگایی که میخوای خیلی احترامشون بکنی اونجا میبریشون، اون دار کرامت است. منو ببر اونجا. و اقررت اعینهم بالنظر الیک، چشم اونها را با نگاه به سوی جمال خودت روشن کردی. که حالا در این باره چند بار گفتگوهای مختصری در حد فهم خودمون داشتیم که نظر الالله یعنی چی بود و این چه مقام بالاییست، چقدر ارزشمنده که کسی موفق بشه که نظر الالله داشته باشه. بالاترین چیزی که برای شهدا بیان شده این است که ینظرون الی وجه الله. و اورثتهم منازل الصدق فی جوارک، اون کسانی که در اون جاهایی که واقعا جای نشستن و منزل کردن است، منزل صدق، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی در جایگاهی که واقعا جای نشسته، ارزش نشستنده. هر جای جای نشستن نیست. مقعد صدق اون جاییست که یلیق و یصدق فیه قعود، نشستن حقیقی اونجاست، جای گرفتن حقیقی، منزل گزیدن واقعی جاش اونجاست.
این تعبیر قدم صدق یا مقعد صدق و اینجور چیزها، این تعبیرات عربی در فارسی این اینا رو نداریم، ما ناچار به یه صورت دیگری ترجمه کنیم. قدم صدق عند ربهم تعبیرات قرآنی است، اینا قدم صدق دارن پیش خدا، یعنی جای پای محکم دارن، جای پایی که واقعا جای پاست، لغزشگاه نیست، نمی لغزه، ثبات داره، جای ارزش این را داره که آدم اونجا پا بگذاره. به هر حال این تعبیر که من را اونجایی قرار بده که واقعا جای نشستن است، ارزش نشستن ده. کجا؟ اونجا در جوار خودت، پل خودت، نزدیک خودت، در همسایگی خودت. یا من لا یفد الوافدون علی اکرم منه، ای کسی که هیچ مهمانی بر کریم تر از او وارد نمیشه. هر کسی بره سراغ این که مهمان بشه بر شخصی کریمی، انتظار داره که اون میزبان از او کاملا پذیرایی کنه. کریمترین کریمان، کریمترین میزبان ها کسی است که وقتی مهمان واردش میشه نپرسه کی هستی، کجا هستی، برای چی اومدی، هر چی در اختیار داره در جلوی مهمان بگذاریم. سابقا اینجور چیزها اتفاق میفتده، حالا فکر میکنم در این زندگی های امروز ما مصداقی داشته باشه. اون معروفه، حالا چند روزش هم صحت داره نمیدونم، ولی در روایات اینا هم یک شواهدی هست که فعل جمله صحیحه که حاتم طایی اینجوری بودی، یک مهمان سرایی داشته که هر کس از هر جا وارد می شده ازش نمی پرسیدن کی هستی کجا هستی، پذیرایی می کردن ازش، بعدم هر حاجتی داشته روا می گرده. مردم از راه های دور ساده توشهی برمی داشتن، ساده توشهی سفری می رفتن اونجا و اونجا خواسته هاشون را از او می گرفتن. خب این دیگهش کریمترین انسان هایی است که به این صورت پذیرایی می کنه از مهمون هاش. اما تو از همه کریمتری، هر که بر خانه تو بیا نمی پرسی کی هستی کجا هستی به چه رو آمدی در خانه ما، میگه بیا. یا من لا یفد الوافدون علی اکرم من، هیچ مهمانی بر میزبانی کریم تر از تو وارد نمیشه. ولا یجد القاصدون ارحم من، کسانی که انتظار رحمتی خیری از کسی دارن بهتر از تو پیدا نمی کنن. یا خیر من خلا بهی وحید، اگر کسی تنها باشی، تنهایی غربت یا تنهایی دیگری، دیگران او را رهاش کرده باشن، خیشان، دوستان، حالا به حق یا ناحق رهاش کردن، دیگه تنها مونده، هیچ که به محلش نمیذاره، احوالش رو نمیپرسی، اما تو هستی که احوال او را میپرسی، به حرفش گوش میدی. و یا اعطف من اوا الیه طرید، هر که را از هر جا تردش کنن به هیچ جا راهش ندن، تو او را راه میدی، پناه میدی. الا ساعت عفوک مددت یدی و به بدل کرمک اعلقت کفی. نام از تعبیرهای خیلی لطیفی است، این که از کدام سعی کنه آدم حالش را واقعا با این مضامین موافق بکنه. شما فرض بکنید که یک کسی از یه جای بلندی داره سقوط میکنه، زیر پاش هم یه دریای آتش است، بیفته میفته تو این دریای آتش میسوزه، فقط یه جای بمباران شده یا انفجاری شده، اینا یه بالایی داره سقوط میکنه، پای یک ساختمان مثلا 100 طبقه ای انفجاری رخ داده بود، تو آتش افروخته شده، اینا از اون بالا افتاده داره پرت میشه، یا بیفته تو این آتش رو. در یه همچه حالی وسط راه
یه دستگیره‌ای پیدا میکنه که دستشو میگیره به اون. تنابی هست یا مثلا لوله‌ای هست یا یه چیز دیگری هست که به این که میچسبه دیگه سقوط نمی‌کنه و زمینه میشه که بتونه نجات پیدا کنه. این یه همچه حالیه، میگه اعلقت کفی، این کف دستم رو آویختم به رحمت تو، یعنی اگر تو من نگیری این دست من رها بشی جام تو جهنم، هیچ نجاتی راه نجاتی است، فقط تویی که میتونی من نجات. اگه این حال را آدم پیدا بکنه که واقعا چنین خودشو در چنین حالی ببیند که زیر پاش آتش جهنم است به واسطه اعمال خودش و حالا سقوط کرده به خاطر اینکه از خدا غفلت کرده، از راه خدا دور شده، داره ساقط میشه توی این جهنمی که آتشش رو خودش افروخته. و قود و هن ناز و ملحجاره، تنها چیزی که میتونه در این مسیر سقوط رو نجات بده عنایت خداست. اگه در این حال خودش اینجوری مجسم کنه داره میفته تو آتش، فقط چسبیده به لطف و عنایت الهی، قطعا خدا او را نجات خواهد داد. فلا طولن الحرمان ولا تبلنی بالخیبت والخسران، حرمان را نصیب من نکن بلکه امید من را برآورده کن. یا سمیع الدعا یا ارحم الراحمین. و صلی الله علی محمد.